با درود خدمت شما آقای افشینجان، سپاسگزارم که به ما در رادیو جوانان امروز فرصتی دادید برای یک گفتگوی دیگه. خیلی به برنامه ما خوش آمد. درود دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان برنامه شما. خوشحالم که در خدمتون هستم. آقای افشینجان، اگه بخوایم با مسئله معترضین در زاینده رود اصفهان، ما این روزا کلا میبینیم که معترضین در گوشه کنار ایران خبرها میاد از اعتراضات مردمی، ولی آخرینش یا تازه ترینش میشه گفت این راجب معترضین زاینده رود بوده که با شلیک گاز اشکاور و حمله نیروهای امنیتی به معترضان روبرو شدن. واقعا فکر میکنید که این مسئله کمبود آب و ویدیوهایی که به هر حال ما دیدیم از معترضینی که چطوری، یعنی در فضای مجازی و خبری بود که چطوری معترضین توسط نیروهای امنیتی ضرب و جرح شدن و دستگیر شدن، زندانی به زندان بردنشون و یا از گلوله های ساچمه ای ظاهرا برای متفرق کردن مردم استفاده میکردن و یا با باتون ما میبینیم توی تصاویر که میزنن معترضین رو، واقعا جمهوری اسلامی و یا هر حکومت دیگه ای تا چه زمانی فکر میکنن میتونن اعتراضات مردمی رو به این طریق سرکوب و یا کنترل کنن؟ بفرم. بله، سوال شما چند تا موضوع رو در بر داره. اول که مشکل آب هست برای کشاورزا و طبیعتاً خود این یک مقدار مسائل دیگه ای رو ایجاد میکنه و البته این چیزی که ما در اصفهان داریم میبینیم مجموعه گرفتاری هایی است که مردم ایران دارن و الان در مورد کشاورزها در حقیقت زندگیشون از بین داره میره. یعنی مثل این که شما دیگه نتونین، یعنی در دسترس شما آب نباشه، مرگ شما حتمیه. بنابراین کشاورز کارش فقط کشاورزیه و تنها کاری هم که نیازی هم که داره آبه و الان برای کشت پاییزی معمولا از الان شروع میکنن و الان هم آبی ندارن و درآمدی دیگه ای هم ندارن. یه وقت هست که کشورهایی هستن مثل کشورهای پیشرفته و که اگر مشکلی ایجاد بشه از ذخیره هایی که دارن، از بیمه هایی که دارن استفاده میکنن و اون به قول معروف آب باریکه‌ای که بعد برای یک جامعه، یک خانواده برسه از اون استفاده میکنن. ما در مورد کووید دیدیم که برای شاید نزدیک یک سال یا خورده‌ای کشورهای مترقی و دموکراتیک پرداخت ماهانه حقوق همه کسانی که مجبور بودن خونه باشن دادن، بعضی هاشون بیشتر از اون چیزی که اگه کار میکردن میگرفتن، اگر البته همه نه، ولی زندگیشون میگذشت. الان کشاورز باید چی کار بکنه؟ و الان به نظر میرسه اون چیزایی که ما در صحنه ها میبینیم، در اخبار که میاد و یا کلیپ هایی که خود مردم میفرستن، در حقیقت اصفهانی ها به جایی رسیدن که میگن که ما یا باید بمیریم یا اینکه حقمونه بگیریم. و این یک در حقیقت یک جمله بسیار مهمی هست و اینو جمهوری اسلامی کاری نمیتونه باهاش بکنه. حتی اگر اینا رو بزنه یا حتی اگر بکشه، تا حالا که خوشبختانه مرگی گزارش نشده تا اونجا که من اطلاع دارم، ولی البته یه عده زخمی شدن همونطور که شما اشاره کردین، با گلوله های سربی و پلاستیکی بهشون زده شده و با باتون هم خب یه عده رو زدن. البته گفته میشه چون افرادی که اونجا هستن ممکنه بومی باشن، یعنی مال اصفهان باشن، استان اصفهان باشن، یک سیمپاتی دارن، یک گرایشی به مردم دارن، ممکنه به اون شدت نزنن. ولی من نگرانم اینه که
افراد رو از جاهای دیگه هم بیارن و اون اگر افراد دیگه از جاهای دیگه بیارن ممکنه که اون سیمپاتی رو نداشته باشن. البته من فکر میکنم موقعیت فوق‌العاده خیلی خوبیه وضعیت جمهوری اسلامی در بدترین شرایط 43 سال گذشته هست. اگر چهارمحال بختیاری به همین شدت که چند روز گذشته رفته ادامه بده و من در این برنامه نمیدونم حالا چه کسایی اینو میبینن و اگر کسایی این برنامه رو میبینن امیدوارم که پخش بکنن و درخواست بشه از بقیه استانها، از یزد، از کرمان، از سیستان، بلوچستان، اهواز، خوزستان منظورم، آذربایجان و من تعجب میکنم از کردستان چرا سر و صدای کردستان در نمیاد در موارد بسیار بسیار حساس. آیا اونا خودشونو جدا جدا بافته میدونن از ملت ایران یا هرچی؟ اونا به قول خودشون بزرگترین به اصطلاح آسیب و ظلم رو دیدن، چرا الان به کمک و پشتیبانی اصفهانی ها نمیان؟ دلیل نداره که بیان عرشبت حضورتون کارهای فوق‌العاده انجام بدن، همین که یک بیانیه بدن که ما پشتیبان هستیم و این پشتیبانی رو حالا با تظاهرات خیلی مسالمت‌آمیز. یه چیزی که برای من جالبه این که اصفهانی ها بستر زاینده رود رو انتخاب کردن و بستریست که نه اونجا مغازه هست، نه بانک هست، نه هر هیچی دیگه که جمهوری اسلامی این ماموراشو بفرسته یه شیشه ها رو بشکنن یا هر چیزی دیگه و این بهشون دستک بده که ما با کسانی که یعنی از خارج اومدن یا اگرچه اونا هر گونه تهمتی رو خواهند زد. ولی برگردیم به اصل مطلب، من فکر میکنم که امیدوارم اصفهانی ها این کار رو این ادامه اعتراضات رو داشته باشن و واقعا دست مریضات میگم به کسانی که کمک رسانی میکنن. من در بعضی از فیلم ها دیدم که آب مردم آب میارن و غذا تهیه کردن، چای میارن و بعد شنیدم که صندوق پول برای کمک برای اینا گذاشته شده. تمام اینا رو که نگاه میکنی یک انسجامی دیده میشه. من فکر میکنم کاری که اصفهانی ها کردن یک بدعت گذاشتن برای اعتراضات آینده و امیدوارم این کار ادامه پیدا بکنه. یک تعجب دیگه هم که دارم اینه که تهران چرا قزوین چرا، کرج چرا آغاز نکرده، چرا پشتیبانی نکرده؟ همه اینهایی که من اسامیشون رو بردم، این شهرستان ها و شهرهایی که اسم بردم یا چیزهایی که اسم نبردم، تمام اینا تحت ظلم و ستم هستن. تمامشون همین مشکلاتی که اهالی اصفهان و کشاورزها دارن و این موقعیت بسیار خوبه. و اضافه بکنم اگر بقیه شهرستان ها این چیزهایی که میگم بدیهی هست، اگر شروع بکنن این تعداد کمک هایی که فرستادن، گروه های نظامی که فرستادن، مجبورن تخصشون بکنن به جاهای دیگه هم برسن و بنابراین مردم اصفهان میتونن غلبه بکنن و اونها نتونن، جرأت نخواهند داشت که بخوان حمله بکنن و کسایی رو بزنن. و من فکر میکنم اگر این کمک های مردمی که به مردم اصفهان برسه، اعتراضات ادامه داره. یادمون نره تعداد این گروه های ویژه سرکوب که هستن و حتی کسای دیگه که ممکنه بخوان بیارن، تعدادشون بسیار نسبت به جمعیت ایران بسیار کمه و انرژیشون از بین میره. اگرچه الان دو گروه کردن، یه عده‌ای در پارک های یا جاهایی که پنهان هست در جلوی چشم خبرنگارا و مردمیست نگهداری میکنن و بعد از 5-6 ساعت یا هرچی عوض میکنن و تازه نفس ها رو از جایی که پنهان کردن میارن، که البته این میتونه 2 روز، 3 روز، 4 روز ادامه پیدا کنه، ولی اون ریزش جسمی یا فکری و سایکولوژی که این سربازا یا این کسانی که سرکوب میکنن از بین خواهد رفت
و اونجا هست که مردم میتونن غلبه میکنن. ما یه مقدار مطالب مختلفی رو گفتیم، حالا من به سوالات بعدی شما پاسخ میدم. آقای افشین جان، مسئله اینجاست که در حقیقت شما فرمودید که معترضین در بستر به اصطلاح زاینده رود بودن، جایی نبود که بشه گفت که تخریبی زدن به جایی و اینا، ولی طبق خبرها در حقیقت آبی که یعنی گروهی از معترضین انتقال آب به یزد رو که ظاهرا از اصفهان به یزد آب میره که در با دو دستگاه لودر اقدام به تخریب تاسیسات خط انتقال آب به استان یزد رو انجام دادن و آب شرب یزد قطع شده کلن و ظاهرا تخریب انقدر بالاست به گفته مسئول به اصطلاح شرکت آب منطقه یزد که گفتن تخریب ترمیم این لوله ها و اینا احتمالا بالای 48 ساعت نیاز داره که برای ترمیم. پس یعنی اینکه مردم اصفهان مخالف این هستن که چرا، چون مثلا کشاورزان میگن این آب کشاورزی اصفهان معتقدن که داره میره به عنوان آب شرب به یزد، اونه که به هر حال این مسئله هم باید در نظر گرفت که به هر حال تخریبی هم در سه حوزچه انتقال آب به یزد انجام شده در حقیقت در آغازین ساعت امروز، یعنی دو بامداد، دو صبح به وقت تهران البته یا اصفهان. بله ببینین، این امکانش هست، منم این گزارش رو خوندم یا دیدم و اینکه ما اتهام بزنیم به اصفهانی‌ها این کار کردن یا اینکه این کار ممکنه خود رژیم باشه دقیقا نمیدونیم، یا اینکه مخلوطی از این چیزا باشه، یعنی اونا خودشون تریگر بکنن و بعد خود اصفهانی ها که نگران هستن و عصبانی هستن ادامه بدن. ولی یک قسمت هم بعض موقع اینطوری پیش میاد که میگن که، یه مثال هست، میگن که اگر این دیگ که داره میجوشه برای ما نجوشه بهتره که کله سگ توش بجوشه، یعنی میگن اگر برای ما نیست برای دیگران هم نباشه. این صحبتیست که چند سال پیش آقای روحانی میبود، میگفت اگر ما نتونیم از طریق خلیج فارس نفت بفرستیم پس به هیچ کی اجازه نمیدیم که نفت بفرسته، البته شعار بود و این نتونستن کاری رو انجام بدن. منظورم اینه که در یک شرایطی میرسه، انسان به یک شرایطی میرسه که اگر نون نداشته باشه، آب نداشته باشه، بچه هاش گرسنه باشند و زن و بعد هم آتیه ای نباشه، آینده ای نباشه، وقت هست که شما میگین آقا من 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه به شما آب میرسونم. ولی الان این قول رو حدود چند ماه پیش داده بودن به اصفهانی ها و این کار رو عملی نکردن و البته ذخیره سدهایی هم که قراره که یا قرار بوده که آبرسانی بکنه، مقدار آبی که پشت این سدها هست خب خیلی ضعیفه، مقدارش کمه نسبت به اون چیزی که نیاز هست. از طرف دیگه کشاورزا و اصفهانیا نگران، یعنی شکایتشون از این کارخانه های فولاد هست که حدود 40% آب کشاورزا رو در حقیقت گرفته و خب یکی از و بعدم نمیخوان اون سازمان ها رو فعلا تعطیل بکنن و آبشو برای اینها برسونن. یک نکته دیگه هم که مطرح شده و اونه که خامنه ای یک تئوری داره و این تئوری هم از همون زمانی که به سر کار اومده، چه از زمان رئیس جمهوری و چه زمانی که به خصوص زمانی که رهبری رو گرفته، اعتقاد داره که اگر شما در مقابل اعتراضات کوتاه بیایین، حتی اگر که حق با معترضین باشه، اونها کوتاه نخواهند اومد. شما مثل که یک به قول معروف چی میگن که شما یه انگشت که بهش بدین تمام دستتون ممکنه بگیره، یک همچین به اصطلاح طرز تفکری رو آقای خامنه ای داره و نمیخواد. اما اگر برگردیم به این یک دو دهه گذشته، هر موقع مشکلی پیش اومده به جایی که بخواد بیاد کوتاه بیاد مصالحه بکنه
با به اصطلاح مهربانی بکنه و بگه خب بیان بشینیم صحبت بکنیم راه حل پیدا بکنیم، اون فکر میکنه که همه چیز رو با سرکوب میتونه دنبالش بره، یعنی پیاده بکنه. ولی به قول شما، گفته شما بسیار درسته، تا کی میتونه این کار رو انجام بده؟ و من فکر میکنم قسمت اضمحلال جمهوری اسلامی، یعنی فروپاشی جمهوری اسلامی، حتی اگر این موضوع اصفهان هم بتونن به هر صورتی، حالا با ضرب و شتم یا هر چی دیگه، حتی ممکنه کشتاری هم داشته باشه، ممکنه قطع بکنن، ولی پایان این کار نیست. ما آبان 2 سال پیش رو داریم، قبل از اون 96 رو داشتیم، یعنی 4 سال قبلش داریم و الان به این صورت. و در تهران و جاهای دیگه هر روز اعتصابات هست، اعتراضات هست برای معیشت، برای تورمی که ایجاد شده. این یه چیزهایی نیست که بتونیم حتی اگر اصفهان هم بخوابه، یعنی مشکلش حل بشه، که من فکر نمی کنم چگونه، مشکل جمهوری اسلامی حل نخواهد شد. و من فکر میکنم با کمال تأسف بعد بگم، نمونه ای که ما از اون کشداری که جمهوری اسلامی برای نگهداری اسد در سوریه انجام داد، من اینو که دارم میگم به عنوان ایجاد ترس نیست برای مردم، بلکه این یک کشدار هست که ما با هوشیاری با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم. رخنه در عرشبت حضورتون که گروه های امنیتی بکنیم و مردم رو بسیج بکنیم. برمیگردم به ادامه صحبتم راجع به سوریه. 500 میلیون نفر رو کشتن برای اینکه اسد بمونه و یک مقدار بسیار زیادی این کشتار مسئولیتش با جمهوری اسلامیه، یه مقدارش هم خود گروه های اسد و مقدار زیادی هم. آقای افشینجان ببخشید، اگه بخوایم برگردیم به مسئله آب ایران، اصفهانی ها نه تنها عصبانی هستن از این مسئله، بلکه شهر کرد که مرکز استان چهارمحال بختیاری هم در حقیقت 2 روز پیش از اصفهان اعتراض هایی بوده، باز اونا معتقدن که آب این استان، یعنی نحوه اینا منتقد نحوه مدیریت آبرسانی هستند در کل و میگن که آب این استان رو هم به استانهای دیگه برای پروژه‌های صنعتی منتقل میکنن و معترضین شهر کرد میگن که استانشون قربانی استان یزد شده. شما فکر میکنید چرا یهو اینقدر استان یزد مرکز توجه دولت شده، یا پروژه های آبرسانی همش داره به یزد به اصطلاح تقویت میشه و استانهای همجوارشون دارن اینقدر به اصطلاح ناآرام شدن به خاطر این به اصطلاح نابسامانی مدیریت آبرسانی؟ چه خبره؟ یعنی این پروژه های صنعتی در یزد چی میتونه باشه که اینها در حقیقت آب رو از همه جا دارن سرویس میکنن به یزد؟ بله، ببینید، موضوع یزد تا اونجا که حافظه من اجازه میده دایورت کردن، یعنی برگردوندن آب از جاهایی که الان ما راجبش داریم صحبت کنیم، زاینده رود و جاهای دیگه و یا جایی که شهر کرد، اینا رو با لوله کشی تا زمان خاتمی، سید محمد خاتمی رئیس جمهور بود، خب بالاخره رئیس جمهور مدار میخواد به شهرستانهایی که بهش یا شهری که از اونجا زایده شده کمک بکنه و اونا هم توقع دارن که رئیس جمهورشون که از اونجا آمده چیز بهشون کمک کنه، در حالی که بسیار کار اشتباهیه، چون هر رئیس جمهوری که بیاد بخواد به شهرستان خودش برسه اصلا دیگه سنگ رو سنگ با نمیسه. بنابراین یکی از اعتراضاتی که دارن اینه که چرا اصلا یزد وارد این قضیه شده و ما چرا سر اون کلاه رفته، به خاطر اینکه یک رئیس جمهور یا هر کسی دیگه اومده این کارا رو کرده. البته صنایعی که ممکنه در یزد باشه من اطلاع کافی ندارم که بخوام در اختیار شما و بینندگان بذارم و
ولی مشکل اساسی از زمانی شروع شد که آب اومدن لوله کشی های سنگینی کردن و به یزد رسوندن و کشاورزی یزد نسبت به جاهای دیگه، یزد درست کنار کویره و الان اونا مشکل آب به اون صورتی که جاهای دیگه هست ندارن و این در حقیقت عدم عدالت هست. البته اگر ما بخوام عدالت رو بیاره بکنیم، به قول شما صحبت درستی که اشاره کردین، مدیریت آب و این مدیریت آب که حدود 90% آب که تولید میشه در ایران به کشاورزی میره، در حالی که این باید حدود 40-45% باشه. بنابراین 50% آب همینطوری بیهوده داره و بدون عدم مدیریت داره پیاده میشه، جایی که نباید گندم کاشته بشه، گندم و بیانمونم اندوانه، خربوزه، نمیدونم چیزهای دیگه کاشتیم که اصلا نباید باشه. چیز الان مدیریت غذا و آب به صورتی هست که اون چیزهایی که شما میتونید با کمترین آب، حالا قصر چکانی هست یا هر چی کشورهایی هستن مثل هلند، مثل اسرائیل، جاهای دیگه هستن که مدیریت آب دارن. حالا من راجع به اسرائیل هم خدمتتون عرض خواهم کرد چجوری مدیریت کردن، ولی آمدن حتی بعضیا مطالعه کردن که بعضی چیزها رو نباید اصلا شما بکارین، بعد از جای دیگه بیارین. یعنی گلوبالیزم که ایجاد شده به خاطر همین هست که شما یه چیزهایی رو اضافه دارین به کسای دیگه میدین، نه کسای دیگه که اضافه دارن میدن. کما اینکه الان دارن گندم میگیرن از هندوستان و دارن بهشون نفت دارن میدن. خب این یک کاریست که بعد قبلا میکردن، اونجا رو خشک کردن و خود کشاورزان یه مقدار مشکل دارن، یعنی مشکلاتشون هم اونا یه مقدار خودشون هستن که بی رویه بهشون زمان احمدی نژاد همینطوری کارت بلانش دادن، کارت سفید دادن، گفتن هر جا میتونید چاه بزنید و تا اونجایی که میتونید عمیق بریم پایین، در حالی که این زمین رو خشک کرده و این ریزش های زمین هم به این صورت است. برگردم به موضوع یزد که شما اشاره کردین و مسئله مدیریت که اشاره کردین. اسرائیل کشور بسیار خیلی کوچیکی، حتی از یک استان ما خیلی کوچیکتر هست، ولی مشکل آبش هم از ما بیشتر هست و ولی آب صادر میکنه به اردن، یه مدار مرکبات و چیزهای دیگر رو صادر میکنه، در حالی که وضعیتش خیلی بده. اون به اصطلاح بحر میت تقریبا داره خوش میشه، تقریبا هیچ شبیه ارومیه، دریاچه ارومیه هست، ولی با این حال مشکلشون رو حل کردن با مدیریت. مشکل ما عدم مدیریت. جمهوری اسلامی از روز اول تا الان معتقدین رو گذاشته اونجا، اونایی که به قول خودش معتمد هستن، معتمد بر یا معتقد به اسلام هستن، اونا رو گذاشتن. اونایی که پیشونیشون بیشتر سیاهیه به خاطر اینکه چیز میکنن، تظاهر میکنن که نماز زیادی خوندن، اونا رو سرکار گذاشتن و اونا خب ببخشید مثل حالا اسم حیوان رو نمیخوام ببرم، نمیفهمن که دارن چیکار میکنن. نگاه بکنید به هیئت وزرای این بار که آقای رئیسی آورده، هیچ کدومش صلاحیت ندارن، حتی نمیتونن، خود رئیسی نمیتونه دو کلمه حرف بزنه یا اینکه از روی نوشته درست بخونه. خب شما میخوان کشور اینطوری بخوان رعایت بکنن، ولی راه حل هست، ولی راه حل توسط جمهوری اسلامی هیچ وقت مشکلات ما حل نخواهد شد. سپاس از توضیحاتتون. به هر حال این مسئله کم آبی یا مشکل آب در حقیقت در سراسر ایران هست و یک آسیب جدی زده به اصطلاح کشاورزی و حتی کارهای صنعتی. ولی به هر حال ما حتی شبیه این اعتراضات رو در استان خوزستان هم دیدیم که برای کمبود آب و نبود آب برای کشاورزی بود و حتی یکی دو نفر هم کشته شدن، همین چند هفته پیش بود، یکی دو ماه پیش بود. و به هر حال این اعتراضات ظاهرا از خوزستان داره همینطور کشیده میشه به شهرهای دیگه یا استانهای دیگه و به هر حال باید دید که
چه اتفاقاتی در روزهای آینده رخ میده. آقای افشینجان، اگه ما بخوایم حالا از این مسئله بریم به مسئله ای که تیت خبری در چند روز گذشتم بود، همونطوری که میدونید 31 تا جسد رو از آبهای کانال مانش پیدا کردن و اخیراً تو همین چند روز پیش، و این به هر حال خیلی به حرکت در آورده سیستم به اصطلاح رسیدگی به مسائل مهاجرین یا پناهنده های که ورود غیرقانونی می کنند به کشورها، و تنشی ما بین فرانسه و انگلیس به وجود آورده. هر دو طرف دارن همدیگر رو متهم می کنند، ولی فرانسه یه پله بالاتر رفته و میگه قاچاقچی های انسان در حقیقت تو انگلیس هستن و اونان که تهدید می کنن مردم بیان به صلاح دم کانال به صلاح اون به صلاح کلی بایستن و اینا رو بردارن ببرن یا میارن اصلا فرانسه پیاده میکنن و مرحله بعدی بردن به انگلیس. و ظاهرن ایرانی ها 29% کل پناهجوهای ورودی رو به بریتانیا تشکیل میدن، بعدش عراقی هان، بعد سوری هان، بعد سودانی ها و همینطوری میره تا آخر. شما فکر میکنید واقعا این اتفاقاتی که داره میفته چه تغییرات اساسی میتونه به وجود بیاره برای شرایط به صلاح کشورهایی که میخوان با این مهاجرین که میخوان غیرقانونی به هر حال از مرزها عبور بکنن چه پروژه هایی دارن؟ من داشتم راجع به همین مسئله، یک خانومی بود که الان اسمش رو چند دقیقه دیگه بهتون میگم، ولی یکی از کسانی که مسئول پناهنده هاست و در انگلیس، میگفتش که بهترین راه برای بریدن دست قاچاقچی های انسان اینه که ما بریم و به اصطلاح تو همون کلی و خانم کلر موزلی میگفتش که ما باید بریم و این به اصطلاح اسکرینینگ کردن رو و یا صحبت کردن با پناهنده رو تو همون کلی یا هر جایی که اونجا اومدن واسه دادن و میخوان عبور غیرقانونی کنن اونجا صحبت کنیم، و اگر تحت به اصطلاح در چارچوب قوانین شامل این میشن که ما بهشون پناهندگی اعطا بکنیم، بدیم بهشون رو قانونی برشون داریم بیاریم این بر، که هم واسطه قاچاقچی ها از بین بره، همین که این همه جون از بره، یعنی این همه انسان تلف نشه. و نمیدونم تا چه حد با این خانم آشنایی دارید، یک سازمانی رو هم راه انداختن Care for Calais، یعنی همون کسانی که از کلی رد میشن به جون از نظر انسانی، البته نه برای بندر کلی ولی Care for Calais هست، که ایشون یه سازمانی رو انداختن. و شما فکر میکنید بهترین راه برای بریدن دست قاچاقچی های انسان چیه؟ چون میبینیم که هیچ راهی نیست مگر اینکه دولت ها خودشون وارد شن و همون چیزی که این خانم گفته اعطای اسکرینینگ بکنن بدون دنگ و فنگ و به اصطلاح طول دادن مسائل. بله، قبل از پاسخ بدم من دو تا جمله راجع به صحبت قبلی بکنم. راجع به خوزستان فرمودین، همطور که اطلاع دارین الان کشاورزای خوزستان دیده شده نخل‌هاشونو میکنن، از ریشه در میارن به کشورهای خلیج فارس میفرستن میفروشن. میدونین نخل 10 سال طول میکشه تا اینکه بخواد بتونه خرما بده، 10 سال، و اینا به خاطر اینکه آب نیست، به خاطر که پول ندارن، این نخل‌های 10 سال به بالا رو از ریشه در میارن و اکسپورت میکنن. این واقعا جنایته. قسمت دیگه، آقای علم الهدا اخیرا دیروز یا امروز گفته که برین دعا بکنین که نماز باران بخونین که باران بیاد. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، باز هم خرافات میبینیم که چه کارهایی رو میکنن. بعد امیدوارم که کسانی که اینو میشنو، یعنی از آقای علم الهدا میشنون، ایشونو هو بکنن و یک گستری، یک علامتی بدن که ایشون ببخشید
خفه بشه. اما برگردیم به پرسش شما راجع به مشکل پناهنده ها که به انگلیس رفتن و شما آمار درستی رو اشاره کردیم، در صدر جدول ایرانی ها هستن پناهنده به انگلیس و بعدم عراقی ها. خانومی که اشاره کردین، اون سازمان Care for Calais، به نظر من ایده خوبیه، ولی یک نیاز به یک کمک تمام اروپا رو داره، چون این مشکل مشکل فقط فرانسه و انگلیس نیست. اینا از اگر که این آمار بهش اعتقاد داشته باشیم، نزدیک 50% از اینا که به انگلیس دارن میرن از همین مسیر اومدن که دارن میرن. بنابراین نیاز هست از نظر جا و مکان و پول و چیزایی که خودش سازمان ملل میتونه کمک بکنه، یک محلهایی رو ایجاد بکنن که اسکرینینگ خیلی خیلی کار درستی. البته قبلا هم شبیه این گفته بودن که کسانی که میان وضعیت مشخص نیست، یک کشوری حالا ممکنه یکی از این جزایر رو در نظر بگیرن، اونجا ببرن کارهای اسکرینینگشون رو انجام بدن، اونایی که نشد برگردن. یه مقدارم قوانین خود اروپا هست. ببینید یکی از مشکلات انگلیس اشاره میکنه، میگه که به قوانین که خودشون دارن، چون انگلیس شما میدونید به صورت خصوصی یا نه اندیویجولی، یعنی با ربطی با اروپا نداره، خودش میتونه سرخود چی میگن پناهنده بگیره و خودش تصمیم میتونه بگیره بدون اینکه بخواد با اتحادیه اروپا کار بکنه. بنابراین یکی از مشکلاتی که انگلیس میگه، میگه که اینا که از فرانسه داره میان، ما اینا رو بگیریم میخوام پس بپسیم به فرانسه و فرانسه قبول نمیکنه. میگه قوانین شما اینه که برای خودتون بتونید تصمیم بگیرید. ولی برگردیم به پرسش شما که چه کارهایی رو میشه کرد. این ایده ای که گفته شده به نظر من ایده خیلی خوبی هست. البته هر کدوم همونطور که شما خودتون به درستی میدونین طول میکشه تا یک نفر رو واقعا تشخیص بدن که این پناهنده هست یا نیست. نیاز به گزارشات مختلفی از کشورهای مختلف داره، از اون محلی که اومدن، که البته جمهوری اسلامی ممکنه که همکاری نکنه که این افرادی که از ایران می اومدن واقعا کیا هستن، یا اینکه گزارش غلط بهشون بده و اونا پناهندگی رو ندن. بنابراین خیلی طول میکشه. یکی دیگه مشکل، موضوع دیگه که میخواستم راجبش، اتفاقا من دیروز مصاحبه داشتم با آقای منیش امیر از اورشلیم، باهاشون صحبت راجب همین هم صحبت کردیم، این بود که انگلیس فرانسه رو مقصر میدونه و برعکس، و هر دوی اینها قاچاقچی‌ها رو مقصر میدونن، ولی مشکل اساسی رو نمیرن بگن که آقا جمهوری اسلامی هست که این مشکلات رو ایجاد کرده که مردم دارن خارج میشن، حکومت طالبان هست که آمریکا این کار رو کرد که اینا الان سیل مهاجران افغان دارن میان. شما به ریشه بعد برگردین و نه اینکه بخوام بگیم که حالا این شاخ و برگاش به چه صورت هست. اگر جمهوری اسلامی به همین گونه که الان داره ادامه پیدا میکنه، ما راجع به کشاورزی صحبت کردیم، اگر کسی نون نداشته باشه، آب نداشته باشه، مسلما اینا مهاجر میشن، اینا پناهنده میشن و این جزء مندیت سازمان ملل هست که شما حق دارین هر چه که میخواین بتونین برین، در حالی که شرایط اینا اگر آب و نون و نونم هیچی ندارن میتونن خودشون یک پناهنده باشن، پناهنده اقتصادی هست. بنابراین باید ریشه شو که اون ریشه جمهوری اسلامی هست باید کنده بشه که مشکلات حداقل ایرانی ها حل بشه. من معتقد هستم مشکل ایران که حل بشه، مشکل ایران فقط با رفتن جمهوری اسلامی حل میشه، مشکل افغانستان هم حل میشه. من به شما قول میدم یعنی تمام اون استاتیستیک ها، آمارهایی که هست نشون میده که جمهوری اسلامی در حقیقت مشکل اساسی خاورمیانه رو جمهوری اسلامی ایجاد کرده، چه در بغداد، چه در لبنان، چه در سوریه، چه در عمان یا کشورهای منطقه، حتی تا حالا اسرائیل که جای خودش هست. این در حقیقت سرطانی که تمام منطقه رو گرفته با جراحی که بعد انجام بشه، جراحیش یک عمل
چیزی هست که این قده سرطانی رو از اونجا بعد در آورد. من در خدمت. البته آقای افشینجان، شما میدونید مسائل تنش‌هایی که در کشورهایی مثل ایران و افغانستان و سوریه و عراق و اینجور جاها هست، یک مقدار نقشه های دراز مدت خود غربی هاست و عوایدی که یا سودی که دارن از این تنش ها، فروش سلاح ها، یعنی اینا برای خودشون خوب پول در میارن از این آشفت بازار، حالا چه در ایران باشه چه در هر کجای دنیا باشه. ولی پس لرز مثل زلزله است که یه پس لرزه هایی هم داره، یا به اصطلاح هر دارویی که یک ساید افکتی داره، یه همچین سودی که کشورهای غربی از فروش سلاح و ایجاد این تنش را در کشورهایی مثل کشور ما به وجود میارن یا در منطقه به وجود میارن، سودش میره تو جیب اونا، بعد این تو دودش هم باید بره تو چشم خودشون. چرا؟ چون همین مهاجرت ها، همین فرارها، مردم امنیت میخوان، مردم یک ثبات میخوان برای زندگیشون و خود طبیعتا فرار میکنن به سوی زندگی بهتر. ولی اینها تا یک زمانی که شرایط اقتصادی دنیا به نظر من خیلی بهتر بود، الان ما میدونیم که سالهاست وضعیت اقتصادی دنیا در کل به هم خورده، اصلا از مربوط به کرونا و اینا نیست، از همون زمانی که به اصطلاح برنامه حمله به ساختمان های دوقلو رو کارگردانی کردن که آمریکا و به اصطلاح دوستانشون، اینها تماما به خاطر شرایط بدی اقتصادی بود. و اینها کشور غربی، نظر شخصی من اینه که سود ایجاد جنگ و آشوب در کشورهای ما رو میخوان داشته باشن، ولی دیگه این دود و به صلاح قبارشو نمیخوان تو چشمشون بره، چون اینها دیگه یعنی میگن ایناف از ایناف، ما به قدر کافی برداشتیم از سهممون از اینا، ما بقیشون دیگه برن به قول فرمایش شما ببریم توی جزیره ای بذاریمشون، حالا اونجا اسکرینشون میکنیم و اینا. چه بسه که استرالیا همین کار کرد، شما میدونید که هنوزم که هنوزه کسایی که اونجا دارن زندگی میکنن یه زندگی سگی دارن میکنن و هیچ کسی اصلا سراغشون رو نمیگیره. اونه که هیچ کسی که هدفش پناهنده شدن یا مهاجرت به یک کشور دیگه است، حالا غیر قانونی یا حالا هر چیزی، طبیعتا این رو قبول نمیکنه که بره مثل گوسفند بشینه اونجا و اینا دیگه فراموش کنن، اونجا صبح بهشون یه غذا بدن، شب یه چه میدونم شام بدن و تو جزیره ای میونه جزیرهایی که آدم خار و اینا هم هستن اینا رو ول کنن. اونه که با ابتدایی ترین امکانات که ما دیدیم که استرالیا این کار کرد با یه سری پناهندهایی که انتقالشون دادن به جزایر، اونه که من فکر میکنم میگم اگر سیاستهای کشورهای غربی در کلان تغییر بکنه و یک مقدار برای منافع خودشون تمام دنیا رو با آب و آتش نکشن و به التهاب و جنگ نندازن، شاید هر کسی تو کشور خودش به هر حال یعنی میخوان اگه یه سودی هم ببرن، مثل شرایط سالهای بعد جنگ جهانی دوم باشه که یه مقدار دوستانه تر سوداشون رو میبردن، میدونید، بدون جنگ و خونریزی و ایجاد این همه تنش و مسائل دیگه. چرا؟ چون به هر حال وقتی که جنگی هست توی یک کشور، سودش میره تو جیب کسانی که باید بره و آسیبش هم شامل مردم عادی میشه. کشورهای غربی باید سیاست‌های کلانشون رو اول تغییر بدن به نظر من، که این مشکل‌های جابجایی و مسائل به اصطلاح فرار مردم حل بشه. نمیدونم پرسشتون پرسش بوده؟ نه نه، من یعنی من نظرم رو دادم، گفتم ببینم شما تا چه حد موافق هستید. البته من با اون تئوری کانسپیرسی دو ساختمان دوقلوی نیویورک موافق نیستم که خود آمریکا این کار کرده به دلایل خیلی خیلی زیاد، و این دلایل زیادم من الان میخوام مثال بزنم. الان کسایی هستن که واکسن نمیزنن و اینو یک کانسپیرسی میدونن، فکر میکنن که یک جانوری رو با آدم ترزیق میکنن و فلان. اینم یکی از اون کانسپیرسی های هست که در مورد دوقلوها گفته شد و تمام شواهد است. اگرچه یک
آقای بوش به اصطلاح پسر یک مقدار چشم‌پوشی هایی رو برای به اصطلاح عدم دخالت دادن دست عربستان سعودی، که البته دست عربستان سعودی هم نبود، کسایی بودن که الان هم هستن که کمک هایی رو به طالبان و القاعده و جاهای دیگه میکنن که اهل سعودی هستن ولی ربطی به خود حکومت سعودی ممکنه نداشته باشه. حالا وارد اون نمیشم. استرالیا هم که اشاره کردی، استرالیا اصلا برنامه پناهندگی رو حذف کرده، اصلا قبول نمیکنه. اون جزیره‌ای هم که میرن اونجا میذارن، میگن که ما فقط شما رو میتونیم اونجا بذاریم و بعد تصمیم بگیریم که میخوان برگردن یا نمیخوان برگردیم، و این مشکل رو اونجا ایجاد کرده. البته موضوعی که الان شما راجع به کیر فور کله اشاره کردیم با این موضوع خیلی فرق میکنه، جا استرالیا اصلا پناهنده قبول نمیکنه. برگردیم به صحبت ایجاد مشکلات توسط کشورهای غربی که اشاره کردیم، کاملا درسته. و الان دود این مسائل که ایجاد شده به چشم خودشون داره به روز داره دیده میشه. همین مشکل کسایی که با این قایق‌های بادی که در راه خودشون رو به آب و آتش میزنن برسن اونجا، یک مسئله اساسی شده، مخصوصا الان که نزدیک زمستون هستیم و این تلاطم آب در اون قسمت کانال مانش بسیار بسیار قویه و امکان رفتنش رسیدن به سالم تقریبا یه حالت معجزه داره. ولی اون یک قسمت هست. ببینید، اگر جمهوری اسلامی بتونه یک بمب کوچیک، بهش میگن درتی بام، ایجاد بکنه و این درتی بام رو با توسط یه چمدون یا چیز دیگه به یکی از کشورهای منطقه یا هر جای دیگه بتونه بفرسته، که میتونه با هواپیمای ماهان ایرانر که از این کارهای جنایتکارانه بسیار زیاد کردن ببره در یکی از این کپیتال ها و اونجا انفجار بده، شما فکر میکنین چه اتفاقی میافته؟ یه چیزی شبیه اون کیاتیک، یک چیز بسیار ناپسندی در تمام دنیا پیش میاد. تمام استاک مارکت ها یه دفعه تمام میخوابه به خاطر اینکه فکر میکنن که این ادامه داره، همیشه همینطور بوده. یه اتفاق که میفته یک بلبشوی عجیبی میشه. شما حساب کنید چه اتفاقاتی بعد از اون افتادن این دوتا ساختمان های دوقلوی نیویورک پیش اومد. اصلا مسئله مسافرت عوض شد. شما بنده کفشتونم چک میکردن، کفشتون رو بعد در زیر پیرنتون در بیارید، اصلا همه چیز عوض شد. و الان اگر یه همچین کاری رو انجام بده، جمهوری اسلامی انجام بده، که امکانشو داره، هم میتونه از کره شمالی بگیره، هم میتونه با دانشمندان اونا کمک بکنه یه همچین چیزی رو بسازن و همچین کیاتکی یک مشکل اساسی رو ایجاد بکنن، و بعد اون موقع است که ممکنه که غرب بیدار بشه به خاطر همین مسائل پناهنده هایی که از ایران و جاهای دیگه دارن میرن. که من اگر نگاه بکنیم به قسمت پناهنده ها، قسمت اساسیشون از همین میدل ایست هست، از سوریه هست، عراق هست، افغانستان هست، ایران هست. تمام اینا به نظر من با رفتن جمهوری اسلامی اکثر این مسائل حل میشن. برای اینکه کی میخواد به من بخواد بره پناهنده بشه؟ از ایران کسی میخواد پناهنده نمیخواد بشه، همه میخوان برگردن. بنده و جنابالی میخوان برگردیم، ما اصلا نمیخوان مهاجر پناهنده داشته بشیم. و بعدم اگر بتونن عراق رو حل با جمهوری اسلامی نباشه، مشکل عراق کاملا حله، لبنان مشکلش کاملا حله، سوریه تمام مشکلاتش حل خواهد شد. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم، من توی مصاحبه ای که حالا اگر بینندگان این برنامه دوست دارن برنامه رو ببینن، برن برنامه ببینن، من راجع به مسائل حملات اسرائیل به سر مار صحبت کردم. زدن سر مار یعنی خامنه ای و اهل بیت و چند تا چیز هست، چی میگن، سران نظام هست، اونا رو بزنن، مشکل تقریبا میشه گفت با یک برنامه ریزی، نه برنامه ریزی که مثل عراق کردن، کاملا حل میشه. و احتیاج نیست، ما در اوائل صحبتمون راجع به نیم میلیون سوری کشته شدن، اگر همون اوائل
حسد رو میزدن، ما این مشکلات رو نمی داشتیم. یعنی خرابی سوریه. خب آقای افشینجان میبخشید میونه صحبتون، مشکل همینه، کشورهای غربی این تنش رو میخوان در منطقه، وگرنه به قول فرمایش شما خیلی راحت بود اسد رو از بین بردن، ولی خودشون نمیخوان، خودشون دارن کمک میکنن. چقدر سلاح تو این چند ساله به اصطلاح بردن به نمیدونم کردهای عراق بدن، ولی بل شد تو یه جایی که دست به اصطلاح داعشی ها افتاد، دست این افتاد، دست اون افتاد. خود کشورهای غربی آتش بیار مریکن، خودشون این آدم ها رو، جمهوری اسلامی رو مستقیم یا غیر مستقیم دارن حمایت میکنن. میدونید مسئله همینه. چرا؟ چون که منافع دراز مدت و کوتاه مدتش هم تو جیب خود غربی ها داره میره، وگرنه این اتفاقا شما قبول بکنید اینقدر نمیتونه. الان چند سال جنگ سوریه داره ادامه فرسایشی شده، چرا باید اینقدر ادامه پیدا میکرد؟ همه نیروهای آمریکایی وارد خاک سوریه شدن، یعنی نتونستن اسد رو حل بکنن. یعنی ایران اینقدر قدرت داشت که حمایت از اسد بکنه، شما قبول بکنید پشت پرده با روسیه یه توافق میکردن، اسد رو دو دقیقه‌ای برمی‌داشتن از اونجا. خود کشورهای غربی این تنش‌ها رو میخوان در کشور، منظور من اینه که در منطقه خاورمیانه این تنش‌ها رو میخوان داشته باشن، چون هدف‌های دراز مدت اینها بستگی به این ایجاد تنش هاست. بله، خب نکته مهمی رو شما اشاره میکنی که خودش یک بحث طولانی داره و میشه راجبش یک برنامه دیگه رو برای این کار گذاشت. حالا میتونیم راجب این موضوع اگر فرصتی هست، که فکر نمی کنم فرصتی آنچنان باشه که بخوام به بحث کاملش برسیم، میتونیم اینو به صورت موقت فعلا بذاریم و به مطالب دیگه‌ای که اگر جزء سوالای شما هست بهش برسیم. مسئله آخری که بله ما راجع به این مسئله باید بیشتر صحبت کنیم، چون میگم کشورهای غربی با این همه ادعایی که دارن، ببینید 20 سال میان تو افغانستان میشینن خیلی راحت تسلیم میکنن کشور به طالبان و میرن بیرون. یعنی اینها پشت همه این قضایا مسائل و برنامه های کلانتری هست، بزرگتری هستش، که شاید امروز ما متوجه نشیم، ولی 5 سال دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه ببینیم هدف اصلی اونها چی بود. آقا جمهوری اسلامی رو اینا آوردن، همین آمریکا و انگلیس و اینا کمک کردن به این افراطی های اسلامی، طالبان رو هم اینا خودشون آوردن. خانم هیلری کلینتون خودش علنا گفت ما طالبان رو و یا داعش رو ساختیم که مقابل روسیه وایسته، یعنی به اصطلاح شوروی اون زمان، و هنوزم که هنوز نتونستن و یا نمیخوان به دلایلی جمع و جورش کنن. اگه بخوایم به مسئله آخر که من می‌خواستم بهش اشاره بکنم، که شما هم تو صفحه فیسبوکتون اشاره کرده بودیم بهش، این مسئله اعدام هاست و ما میدونیم که به هر حال در ایران به طور منظم ما خبرهای اعدام رو میشنویم، ولی مسئله کسانی که در زمانی که زیر سن قانونی هستن مرتکب جرم میشن و در حقیقت بعد از اینکه چند سال رو زندان میمونن و بالای سن، یعنی میگذرونن اون سن قانونی رو، و هر حال اگه حکم اعدام میدارن اعدام انجام میشه در موردشون. آخرین نمونه از این مسئله ها آقای آرمان عبدالعالی بوده که ظاهرا دوست دخترش رو در سن 18 سال نشدن، یعنی هنوز 18 سالش نشده بوده، دوست دختر 19 سالش رو به قول خودش از پله ها افتاده، بعد ایشون ترسیده تو چمدون گذاشته و انداختتش تو سطل آشغال و بعد اعلام کرده که من این کار رو کردم، ولی جنازه هیچ وقت پیدا نشده و علائم عدم تعادل روحی در این شخص بوده به گفته متخصصین به هر حال داخل ایران، پزشکا و یا حتی قوه قضاییه، ولی خانواده دختر، خانواده مقتول به هر حال این قصاص رو خواستن که اجرا بشه و اصرار داشتن که این مسئله انجام بشه. شما فکر میکنید
آقای افشینجان، سوال اول من اینه که وقتی که به جمهوری اسلامی، به هر حال قانون اعدام در جمهوری اسلامی هست، خب و حالا نباید باشه، اون یه بحثی جدا، ولی وقتی کسی در زیر سن قانونی جرمی رو مرتکب میشه ولی در 8 سال بعدش، یعنی این جوان وقتی که 26-27 سالش بوده اعدام شده همین چند روز پیش، چرا تیترهایی که رسانه های ایرانی می نویسن به این شکل که کودک، دقیقا اگه بخوام اشاره بکنم به تیتر، اینطوری می نویسن که کودک نمیدونم مجرم کودک اعدام شد، کودک مجرم آرمان عبدالعالی کودک مجرم و متهم به قتل در ایران اعدام شد. وقتی کودک میگن، خب درسته کودک اولا کسی که زیر 18 سال بوده، یعنی هنوز 18 سالش نشده بوده، کودک محسوب نمیشه، یک جوانه یا یعنی یک نوجوانه، ولی چرا از جمله کودک استفاده میکنن و چرا این جمله فکر میکنه یه مقدار گمراه کننده است وقتی که حتی به سازمان های حقوق بشری و این جوجه ها ارسال میشه این خبرها، که انگار که مثلا یک کسی که بچه بوده رو جمهوری اسلامی اعدام کرده؟ شما نظرتون در این مورد چیه؟ ببینید، سازمان ملل 3 سال مطالعه کرد با کمک متخصصان کودک و روانشناس ها، پزشکان و غیره، 3 سال خورده با یک بودجه بسیار بسیار سنگینی که یعنی معین بکنن کودک کیست و چیست، و بعدم مسائل مغزی رو در نظر گرفتن، جثه و بدن رو حساب کردن، و اینو در مورد یک کشور یا یک منطقه نکردن، بلکه این مطالعه در سراسر دنیا شد. به این نتیجه رسیدن از نظر فکری و شکل گرفتن مغز در انسان تا زمان 18 سالگی بهش میگن کودک. حالا ما بهش میگیم نوجوان، بله درسته، کودک میتونه از سن بودم 2 ساله باشه تا 5 ساله 10 ساله، ولی چرا تا 18 ساله رو میگن؟ بنابراین اونا به فکر، به رشد مغزی مطالعاتی که کردن گذاشتن، بالاخره باید یک زمانی رو تشخیص میدن، حالا میتونست مثلا 17 سال بشه، مثل 16 سال، بنابراین بعد به یک زمانی میرسیدن. مطالعات این 3 سال مطالعه که با اون گروه های بزرگی که انجام دادن به سن 18 رسیدن و اینو به صلاح قانون کردن به عنوان، ولی مشکل این 18 یا 17 یا 16 نیست، مسئله قوانین جمهوری اسلامی. قوانین اسلامی به این صورته که آرمان یک کسی رو کشته، باید محاکمه بشه و شبت حضورتون که محکوم بشه و به جزای خودش برسه. جزاش در قوانین اسلامی قصاصه، ولی از طرف دیگه میبینیم پدر میاد با داس بچهشو سرشو میبره، 2 سال یا 3 سال زندان میگیره. یه کسی دیگه 3 تا بچهشو کشته، زنش هم کشته، 10 سال گرفته، تو الان همین برنامه هست. ولی این اشکال اینجا هست. حالا در قسمت جامعه شناسی غرب اگر نگاه بکنی، میگه اگر کسی جرم میکرد مشکل جامعه هست، نه اون فردی که این کار کرده. جامعه یک، به اصطلاح یک وب هست، یک ترکیبی از همه مردم هستن که ما هممون مقصر هستیم که یک کسی قاتل میشه، یک کسی دیوانه میشه، یک کسی بدبخت میشه، بیچاره میشه، و این دولت هست، حکومت هست که بعد بهش برسه. بنابراین مسئله قصاص و جمهوری اسلامی اومده عدالت داده دست خانواده که اگر کسی مرد شما تصمیم میگیرید اینو آزادش بکنید، دیه بگیرید یا هر کار دیگه. بنابراین اونا تصمیم میگیرن، یه دی هستن که با یک دیه خیلی خیلی سنگین آزادی طرف رو میخرن، آزادی میخرن، جون انسان رو میخرن. یه دی هستن با شرف هستن، بسیار کس خانواده هایی هستن که واقعا شرافت دارن، حتی یک دهشایی هم ممکنه نگیرن
و اون به اصطلاح کسی که قتل کرده آزادش بکنن و بهش ببخشن. ولی کسایی هم هستن که نه، مثل این آرمان عبداللهی که اشاره کردین، همه بهشون التماس کردن و جمهوری اسلام به دادگاه های مختلف که بهشون ایراد میگیرن میگه ما قوانینمون اسلامیه. ولی از طرف دیگه وقتی که یک کسی، اون آقای شهردار اسمشون الان من نمیدونم، شهردار یه زن دومش یا گرفرندشو با هفتیر کشت، بهش 10 سال دادن. حالا اون 10 سال هم مسلمن فکر کنم اسمش مجتبی نجفی بود اگر اشتباه نکنم، شهردار تهران بود، اون کشت و 10 سال گرفت. فرق اون آقای مجتبی نجفی شهردار بود و این آقای آرمان عبداللهی چیست؟ در حالی که این به عنوان صغیر از نظر قوانین دو بین المللی به عنوان آدم صغیر حساب میشه. بفرمایید. سوال من اینه که همه میگن که جمهوری اسلامی کودک ها رو اعدام میکنه، ولی ایشون زمانی که جرم رو انجام داده تقریبا هنوز 18 سالش نشده بوده، یعنی کودک هم نبوده، یعنی به اون حالات، یعنی یه چند وقتی مونده بوده، چند ماهی مونده بوده که 18 سالشه. و از یه طرف دیگه ایشون 8 سال در زندان مونده، یعنی وقتی اعدام شده کودک نبوده. این جمله اعدام کودک من میخوام ببینم چرا شکل میگیره. ببینین، از نظر قوانین جرم شناسی زمانی که شما یه قتل یا یه جرمی را ایجاد به انجام میرسونین، اون زمان مطرحه، نه اینکه بعدن شما بزرگ سال شدین. اینو در قوانینی که حقوق بشری ها میگن bastardization، یعنی حرامزاده کردن قوانینه. یعنی شما یه کسی 17 سالش بوده یه جرمی رو کرده و بعد اینو نگرش میدارین، سر و صداش هم میخوابه، بعدم میان اعدامش میکنین، میگه ما 27 سالگی اعدامش کردیم، دیگه کودک نبوده. در اون قسمت اول عرایزم که گفتم که چجوری به سن 18 رسیدن، این اینو برای جمهوری اسلامی و ایران وضع نکردن. این یه چیز جهانی هست، یعنی اگر حتی در چین هم اینطور میشه. و همون در اون مقاله که شما اشاره میکنید که من در صفحه خودم گذاشتم اشاره میکنه، در 30 سال گذشته 70% جوانها یا نوجوانان یا کودکی که شما اشاره میکنید از ایران کشته شدن، یعنی اعدام شدن. بنابراین وقتی که شما میگید که چرا واژه کودک رو استفاده میکنن، اون دراماتیزیشن کردن این، یعنی چه میگن، واژه کودک که اعدام شده یک تصور دیگه رو به مردم میده که اون تصور ممکنه که شما درستی میگی این کودک نیست، این 27 سالش بوده ولی خب 17 سالگی کرده. بنابراین یک بچه 17 ساله مثل یه بچه 27 ساله یا 30 ساله فکر نمی کنه، بعد اونطوری بعد بهش به اصطلاح فکر کرد. سپاس از توضیحاتتون. البته من تا اونجایی که خبر به اصطلاح این آقای آرمان عبدالعالی رو مطالعه کردم، حتی سیستم قضایی هم سعی داشتن که با مشاوره های خاصی از خانواده به اصطلاح مقتول بخوان که عفو بکنن، ببخشنش، ولی ظاهرا حتی تلاش های به اصطلاح مسئولین قوه قضاییه هم کاری نبوده. و بله، این مسئله که از نظر اسلامی حق رو یا به اصطلاح قصاص رو به اختیار خانواده مقتول میذارن، مونده به دیگه اون جوان یا هر کسی قتل رو انجام داده، مونده به انصاف اون خانواده. به هر حال این هم سیستمیه که به نظر من یکی از دلایلیه که باید بهترین قانون تغییر قوانین قضایی اینه که مسائل اسلامی رو از مسائل حقوقی جدا بکنن، یعنی شرایط دینی و اینا رو جدا بکنن که این مسائل به وجود نیاد. و به هر حال آقای افشین جان، ما به هر حال صحبت های زیادی کردیم، اگه شما برای حسن ختام برنامه چیزی میخواید اضافه بکنید، حالا در همین زمینه مسائل حقوق بشری
یا اینا که چیز بکنیم که به هر حال از خدمت مرخص شد. من فکر میکنم تمام مسائلی که ما مطرح کردیم، اعدام، قصاص یا غیره، پناهندگی، ایرانی ها در کشته میشن، در غرق میشن در دریا، بچه، نمیدونم، ما تعداد بسیار زیادی بچه در این دریای مانش یا جاهای دیگه در مدیترانه غرق شدن. تمام اینا رو که نگاه میکنیم، من مقصرش رو جمهوری اسلامی میبینم، یا حداقل 90% جمهوری اسلامی میبینم. ما در حقیقت چیزی که میتونم اضافه بکنم، نمیدونم چقدر وقت داریم، اینه که الان در شرایطی که الان هستیم، هر گونه اختلافی که با دیگران داریم، هر گونه، فرق نمی کنه، این در مورد اپوزیسیون هست، در مورد فعالان هست، در مورد حقوق بشری هست، هر چیزی رو داریم باید بذاریم کنار و فقط و فقط جمله‌ای که ما داریم، فکری که داریم، سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. هر در زیر شبکه که هر کامنتی که توی فیسبوک هست یا جاهای دیگه هست و شما رو تحریف میکنه که پاسخ بدین، تا اونجایی که میتونین، بعضی موقع نمیشه، باید تا اونجایی که میشه اینو ازشون بگیرین، این اسلحه رو ازشون بگیرن. 20,000 مامور نامحسوس اینترنتی، شاید هم بیشتر، اخیراً گفتم تعدادش رو زیاد کردم، میان، من توی صفحات خودم میبینم، میان و یه کامنت های بدون این که اصلا مربوط باشه میذارن و بعد یه عده‌ای هم میان ریاکسیون عکس‌العمل نشون میدن و این جنگ یا صحبت هایی که توی نوشتاری هست بالا میگیره و همدیگه فوش و فوشکاری میکنن، از همدیگه جدا میشن، بلاک میکنن و بعد فایدهش فقط به جمهوری اسلامی میرسه. جمهوری اسلامی میخواد که من و شما با همدیگه در رسانه ها، در داخل، در خارج با همدیگه دعوا بکنیم که اونا به مقاصد خودشون برسن. بنابراین روی سخنم بیشتر به اپوزیسیونه، هر چیزی رو داریم، نمیدونم راجع به نمیخوام نام ببرم که مشکلات چی ممکنه باشه، هر چی هست بذارین کنار، فقط یک جمله، فقط یک عبارت مصرف کنید و اونی که چجوری ما جمهوری اسلامی رو به زیر بکشیم. تمام اینها زمانی که جمهوری اسلامی به زیر کشیده شد، تمام اینا رو میشه راجبش صحبت کرد، حل کرد و به نتیجه اون چیزی که به دنبالش هستیم بهش برسیم. سپاس از وقتی که دادید به ما، تا فرصتی دیگه بدون. سپاسگزارم از اینکه منو خواستین، در خدمتتون باشم.